روز سه‌شنبه دادگاه جنایی شهر واشنگتن دی سی حکم به آزادی آریان طاهرزاده و حیدر علی به قید کفالت داد. هرچند قاضی هاروی مایکل گفت دولت فدرال تا روز چهارشنبه یعنی امروز ساعت 9 صبح وقت داره که از این حکم فرجام خواهی بکنه. بعد از اینکه وکلای مدافع و نماینده دادستان که نماینده اف بی آی ساختمانی که پشت سر من هستم اونجا حضور داشتن و مدارک و شواهد خودشون رو عنوان کردن، قاضی هاروی مایکل از شهر واشنگتن دی سی گفت دولت فدرال نتونسته مدارک کافی رو ارائه بده برای اینکه نشون بده که آریان طاهرزاده و حیدر علی با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی در ارتباط هستند و به همین دلیل احتمال داره که بر علیه امنیت ملی آمریکا تهدیدی باشند و به خاطر همین هم چون دولت آمریکا نتونسته این مدارک رو ارائه بده، آقای قاضی هاروی مایکل تصمیم گرفت که هم آریان طاهرزاده و هم حیدر علی رو فعلا به قید کفالت به خانواده‌های اونها واگذار بکنه. هرچند هم آریان طاهرزاده و هم حیدر علی باید برگردن بعدن و در دادگاه فدرال به خاطر اینکه بیش از 2 سال خودشون رو به عنوان مامورین فدرال جا میذارن از خودشون دفاع بکنن. در این حال قاضی دادگاه آقای هاروی مایکل گفتش که دولت نتونسته ثابت بکنه که این دو نفر دسترسی به پاسپورت دارن، پاسپورت‌های دیگری دارن، به خاطری که دولت آمریکا پاسپورتشون رو قبلا مصادره کرده بود و اسلحه اونها رو مصادره کرده بود و بنابراین دیگه قاضی گفت دلیلی نداره که بخواد نگران باشه که آریان طاهرزاده و حیدر علی تهدیدی علیه جامعه آمریکا هستن. فعلا اونها رو به قید کفالت آزاد کرد و گفت که بعداً باید بازگردن و در دادگاه از خودشون دفاع کنن. نماینده دادستان که در واقع نماینده اف بی آی هم بود از قاضی دادگاه تا 9 صبح امروز وقت خواسته تا در مورد این حکم فرجام خواهی کنه. آرش علایی، مقابل ساختمان اف بی آی.